سلام به همه دوستان عزیزم. من خواهش میکنم ازتون، تمنا میکنم برای علی دعا کنید، خیلی زیاد خیلی زیاد، قطعا میرسه صدامون به خدا. دعا کنید لطفا، حتما. درود به همراهان کانال 13. یک روز پس از فوت مهرداد میناوند، چهره مطرح فوتبال ایران، به دلیل ابتلا به کووید 19، روز پنجشنبه 9 بهمن ماه اخباری از ادامه حال نامساعد علی انصاریان، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، منتشر شد. دکتر هاشمیان، پزشک معالج علی انصاریان، گفته بود کرونا ریه علی انصاریان بدتر از مهرداد میناوند است. پزشک معالج علی انصاریان به درگیری شدید ریه ایشان اشاره کرد و گفت درگیری ریه انصاریان از درگیری ریه مرحوم میناوند بالاتر بوده. اما صبح جمعه پزشک معالج علی انصاریان اعلام کرد همه چیز امیدوار کننده است. ما نیاز به زمان داریم تا بتوانیم شرایط پایدار علی انصاریان را کنترل کنیم. اگرچه ریه های ایشان درگیر شده، اما ما سعی کردیم ایشان را در وضعیت تهاجمی قرار ندهیم و ایشان بیهوش نیستند. به لطف خدا و دعای مردم ایشان می توانند صحبت کنند و کاملا هوشیار هستند و کارهای خود را انجام می دهند. از مردم تقاضا داریم تا برای سلامتی ایشان همچنان دعا کنند و به حواشی توجه نکنند. شب گذشته خبر امیدوار کننده ای از بیمارستان فرهیختگان از طرف یکی از نزدیکان علی انصاریان منتشر شد. فرهیختگان، من با رعایت تمام پروتکل ها رفتم، اتاق علی انصاریان رو دیدم، سر حال بود الحمدلله، مورفین هم بهش زده بودم ولی کماکان بیدار بود، دست تکون داد. شایعاتی که میشنویم به خدا دروغ، علی الحمدلله خیلی وضعیتش بهتر از اون چیزیه که تو خبرها هست و الحمدلله اوضاع خوبی داره. البته که مریض احوال با دستگاه داره زیست میکنه، ولی امیدواریم که از پس این بیماری بر بیاد و بتونه این بیماری رو پاس کنه. امیدوارم که شما هم دعاش کنیم و برای هر کسی که میتونی ویدیو رو بفرستین که دعاش کنه. قربون دست. احمد زاوزاده صبح جمعه در بیمارستان توضیحات امیدوار کننده ای درباره حال علی انصاریان داد. علیرضا رو دیدم، نسبت این نوروزه خوشبختانه امروز خیلی روز خوبی شده بود. دکترام که بغلش بایستم تحقیق نگاه کردم، خوشبختانه شرایطش خوب شده، انشالله تکنن یکی دو روز دیگه شروع میشه به راه رفتن، غذا بخورم، انشالله که سریع برگرده به شرایط کاملش. اما در آخرین ساعت جمعه شب دکتر هاشمیان درباره حال علی انصاریان گفت او درگیر مشکلات ریه ناشی از کرونا شده است و سطح درگیری وسیعی دارد و به همین خاطر فعالیت‌هایشان مختل شده است. در حال حاضر استفاده از اکسیژن آقای انصاریان از طریق سیستم مکانیکی غیر تهاجمی انجام می شود. به همین خاطر باید ماسکی روی صورت باشد و با فشار کار تهویه انجام شود که این موضوع کار را برای بیمار سخت می کند، چون فشار زیادی روی صورت بیمار ایجاد می کند. علی‌رغم تمام درمان هایی که برای ایشان انجام شده، اما متاسفانه هنوز تست کرونای وی مثبت است. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا 14 روز از ابتلای علی انصاریان به کرونا می گذارد. به گفته پزشک معالج علی انصاریان، هرچند او به هوش است و به اتفاقات اطرافش واکنش نشان می دهد، اما درگیری ریه هایش با کرونا اوضاع را برای او سخت و طاقت فرسا کرده است. علی انصاریان بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران است که تجربه بازی در دو تیم استقلال و پرسپولیس را هم در کارنامه خود دارد. او در فاصله سالهای 1375 تا 1390 در 9 تیم داخلی ایران بازی کرد و در دوران فوتبال و پس از آن در چندین فیلم سینمایی و مجموعه های تلویزیونی که بیشتر آنها دستمایه های طنز داشتن حضور پیدا کرده است. خودم به مریضی پدرم، اتفاقایی که برام افتاد، تنهایی مادرم، ازدواج خواهر برادرم، فکر کردم تنها بودن مادرم شاید اذیتش کنه، برای همین سعی کردم بیشتر وقتم و الان بیشتر تایم ها بذارم برای مادرم که از این شاید تنهایی بتونم درش بیارم. بیشتر سفرها، بیشتر فیلمایی هم که میرم مادرم بردم با خودم. یک ما شما. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برای اینکه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید.